باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امروز هم افتخار داریم تا با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. هفته قبل، نه هفته گذشته، این هفته، دو هفته پیش، با حاجی نقویان عزیز ما خداحافظی کردیم و قرار شد عزیز بزرگوار دیگری در روزهای دوشنبه در برنامه سمت خدا حضور داشته باشند. امروز افتخار داریم در محضر این عزیز بزرگوار باشیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی فرحزاد عزیز. در محضرشون هستیم، ایشون صاحب تألیفاتی هستند. تألیفات ایشون و سخنان ایشون رو که من میشنیدم سرشار از وعده‌های رحمت خداوند متعال و فکر میکنم این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه که ما در محضرشون هستیم. ایشون از شاگردان مرحوم آقای دولابی هستن که رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد. با مرحوم آیت الله بهاءالدینی، آیت الله بهجت مشهور بودن. سلام میگم بهتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدا. بنده هم خدمت شما و همکاران و همه بینندگان عزیز سمت خدا عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. انشالله که دلهامون همیشه متوجه خدا باشه و خدای متعال رو متضرعانه میخوانیم که اون چی که رضای اوست به قلب و زبان همه ما جاری کنه. انشاءالله. خیلی خوشحالیم که حضور شما رو در برنامه سمت خدا داریم و انشاءالله همونطور که عرض کردم، همونطور که در صحبتهای شما و در نوشتهای شما رحمت و مغفرت الهی موج میزنه، باز هم خیلی عظیم مشتاقان برنامه سمت خدا رو امیدوار بکنید به رحمت و فضل خداوند متعال. انشاءالله. آقای نقویان عزیز ظاهرن پشت خط هستن و ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. اگر صدای بنده رو میشنوند بهشون سلام میگم. بله، هنوز ارتباط برقرار نشده. خیلی خوب، انشاءالله آقای نقویان هر کجا که هستن اگر صدای من رو میشنوند براشون آرزوی توفیق روزافزون میکنیم و انشاءالله باز هم شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا باشین. ارتباط برقرار شده. بسیار خوب. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای شریعتی و مهمان بسیار ارجمند و عزیزتون جناب حاج آقای فرحزاد که بنده هم از دیرباز خدمت ایشون ارادت داشته و دارم و خیلی خوشحالم که برنامه های روز دوشنبه با حضور حاج آقای فرحزاد پربارتر خواهد شد و به همه بینندگان عزیز این برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. حال شریف خوبه انشاءالله که آجای نقویان؟ الحمدلله خیلی دعاگوی شما هستیم. در این ایام ماه محرم قطعا روزهای شلوغی رو پشت سر میگذارید و خیلی ها از محضرتون استفاده میکنن. بهتون خدا قوت و خسته نباشید میگم. سلامت باشید. من هم به شما که به زیبایی این برنامه رو از همون آغاز اداره کردید و هر کسی ما رو میبینه بعد از احوال پرسی سلام به محضر شما داره و توی احوال شما هست جناب آقای شریعتی. من هم به شما خسته نباشید. متشکرم از لطفتون. انشالله باز هم شاهد حضورتون در برنامه سمت خدا باشیم حاج آقای نقویان. انشالله من هم مشتاق هستم انشالله در یه فرصت با فراغ بالی باز هم خدمت عزیزان برسم.
انشاءالله براتون آرزوی توفیق میکنم. خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. من هم برای جناب عالی، به خصوص برای جناب آقای رکنی که از تهیه کنندگان بسیار خوب سیما و به ویژه برای این برنامه که اگر حمایت‌های ایشون، حمیت‌های ایشون و تلاش‌های ایشون و گاهی واقعاً تلاش‌های شبانه روزی ایشون نباشه، این برنامه به این خوبی نمیتونست با مخاطبین ارتباط خوبی برقرار بکنه. همچنین خدمت همه دست‌اندرکاران برنامه، تصویربرداران، صدابرداران، عزیزانی که پشت صحنه تو اتاق فرمان نشستن و دستیار زحمتکش آقای رکنی، و همچنین خدمت جناب پور محمدی ریاست محترم شبکه 3، خسته نباشید عرض میکنم و امیدوارم که همچنان این برنامه پربار و پربرگ بتونه با مخاطبین خوب ارتباطی برقرار کنه که همه رو انشالله به سمت خدا نزدیکتر کنه. انشالله. آقای فرهزاد میخوام با تو صحبت بکنن. حاج نقوی، بنده هم خدمت شما آقای نقویان عرض سلام دارم. انشالله که امیدوارم هر کجا هستید مورد توجهات ویژه مولا و اربابتون ابا عبدالله و آقا امام زمان علیه السلام باشید. من از صمیم دل دعاگوتون هستم که مدتی این برنامه رو به عنوان کارشناسی اداره کردید. من با خیلی از عزیزان که تماس داشتم بسیار اظهار رضایت میکردن. انشالله در هر سنگری هستید موفق و معید باشید و از الطاف و مراهم مخصوص امام زمان علیه السلام انشالله موفقیت شما بیشتر بشه. خیلی تشکر میکنم جناب آقای فرهزاد. من هم از جناب عالی سپاسگزارم که از شهر مقدس قم و از کنار حرم مطهر بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، مطمئن هستم که هر هفته روزهای دوشنبه برای بینندگان نازنین این برنامه سوغات‌های معنوی خوبی خواهیم داشت. بسیار خوب، خیلی ممنونم حاجی نقویان عزیز. ممنون از اینکه در ارتباط تلفنی ما شرکت کردید. هر کجا که هستید براتون آرزوی توفیق میکنم. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار. سلامت باشید. خب، ارتباط تلفنی ما بود با حاج نقویان عزیز که روزهای دوشنبه ما مزین بود به حضور با برکت ایشون و از این هفته انشالله در محضر حاج فرهزاد عزیز خواهیم بود. همونطور که عرض کردم در تألیفات ایشون و در صحبت‌های ایشون رحمت و محبت الهی موج میزنه. حاج فرهزاد، ما روزهایی که در محضر حاج نقویان عزیز بودیم بحثمون شرح رساله حقوق امام سجاد بود، یعنی بیننده های خوبمون میدونستن که میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم و این اتفاق خیلی خوبی بود. حالا قطعا بیننده های عزیزمون مشتاق هستن که بدونن که شما چه بحثی رو براشون در نظر گرفتید و از دریای رحمت و محبت الهی برای سمت خدایی ها چه ارمغانی آوردید. بله، بنده فکر کردم یکی از موضوعاتی که جا داره دربارش خیلی زیاد صحبت بشه و بسیار پیام‌های مهمی هم هست و گوهرهای ارزشمندی میشه استخراج کرد، مناجات‌ها و نیایش‌ها و دعاهای ائمه معصومین علیهم السلام هست و واقعاً حالا در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد که واقعاً گاهی یک جمله دعا افراد رو ساخته و منقلب کرده، گاهی چکیده خیلی از مسائل توی یک جمله دعا آمده. مازا وجد من فقدک در دعای عرفه امام حسین علیه السلام عرضه می داره خدای اون که تو رو یافت چی کم داره و اون که تو رو نیافت و پیدا نکرد چی داره. دعاها واقعا ذخایر عظیمی هست که ما ازش غافلیم. البته ابعاد مهمی دعا داره که ما بعد رحمت و مغفرت و نوید و مژده هایی که در دعا آمده سعی میکنیم اون بخش رو بیشتر بهش بپردازیم. کلا شو ادعیه یک مکتب در واقع دیگه، ابعادش ابعاد بسیار گسترده و پیچیده. بله. هم هست با همجوره. یه فرمایش یکی از بزرگان داشتن، فرمایش قشنگی بود، میفرمودن که امامان ما علیهم السلام با همه گفتگو داشتن، از پسترین افراد با دشمن خودشون بارها صحبت کردن، یا افراد متوسط جامعه یا با اصحاب متوسط، اصحاب خاص، ولی اوج کلمات و فرمایشات اون بزرگواران در مناجات ها و گفتگو با خدای متعال بوده. یعنی فرمایشات امام های ما معصومین علیهم السلام اوجش در وقتیه که با خدای متعال گفتگو کردن.
در هر صورت من ابتدای برنامه دوست دارم مقداری درباره اهمیت دعا صحبت بکنم که اگر واقعا این دعاها چقدر ارزشمنده و قیمتی، اصلا گفتگو با خدا چقدر شیرینه. ما آیات فراوانی درباره دعا داریم که یکی از اون آیات زیبا آخر سوره مبارکه فرقان هست که خدای متعال می‌فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. این قولهای قرآن خیلی لطیف و زیباست، من خودم خیلی لذت میبرم. مرحوم آقای دولابی هم به این قولها که میرسیدن خیلی اظهار شعف و شادمانی میکردن. چرا؟ ظرافتش اینه، ببینید در قرآن ما مستقیم خدای متعال با ما صحبت میکنه دیگه. بفرموده همین استاد بزرگوارمون میفرمودن که پیامبر عظیم و شان دلال محبت بوده که خدا را با بنده ها و بنده ها را با خدا، خدا که آشتی محضه، بنده ها را در واقع با خدا آشتی بده. و جوری هم دلالی کرده که ما قرآن میخوانیم مستقیم متوجه خدا میشیم، یعنی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین. یاد پیغمبر نمی کنیم، یعنی پیغمبر خیلی با لطافت آمده کلام خدا را به ما القا کرده و ما با کلام خدا، خدا با ما صحبت میکنه بدون هیچ واسطه، بدون واسطه. یعنی پیغمبر اون وسط خودش لطیف کشیده کنار. وقت اینجا لطافت های این قول ها پیدا میشه که گاهی خدای متعال مستقیم نمیخواد با بنده‌اش صحبت بکنه، مثل یه پدر مهربانی که یا مادر مهربانی در اینی که بچهش پاره جگرش خیلی هم دوستش داره، ولی به یک شخصیتی میگه شما این رو از طرف من بگو، خیلی توش لطافت و ظرافت خوابیده. پیغمبر ما هم این قولها رو از جان انداخته، قول به اینها بگو، قول اعوذ برب الفلق. با یک لطافت خاصی خدای متعال به حبیبش و عزیزش میگه به بنده های من اینطوری بگو، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. ای پیغمبر به این بندگان من بگو اگر دعاها و نیایش های شما نباشه پروردگار شما به شما اعتنا نخواهد کرد. این خیلی مهمه، خیلی موثره واقعا. یعنی ما یعبأ بكم یعنی رمز لطف خدا، ریزش رحمت خدا، عنایات خدا. این گدایی های ما و درخواست های ما و دعاهای ما و نیایش های ما هست. این صریح قرآنه، ما یعبأ بكم ربی، اونم ربی باز توش خیلی لطافت هست که مربی ماست، اون کسی که ما رو میخواد پرورش بده به کمال برسانه. اگر این خواسته های ما نباشه، دعاهای ما نباشه، التماس های ما نباشه، نیایش های ما نباشه، به ما توجه نمی کنه، عنایت نمی کنه. ولذا دعا تو روایات ما هست که مخ العباده، یعنی جان عبادت، مغز عبادت، روح عبادت، باطن عبادت، این دعاها و نیایش های ما هست. یک تعبیر زیبای بزرگان ما دارن از جمله امام راحل رضوان الله تعالی علیه که ما دو تا قرآن داریم، یک قرآن نازل یا تنزیل من رب العالمین که خدای مهربان برای انسان ها نامه نوشتن و پیام دادن، همین قرآن که قرآن که تنها کتابی که تحریف نشده، کم و زیاد نشده و تنها کتاب آسمانی که الان در دست بشریت هست بدون تحریف قرآنه. خود مسیحی ها هم همشون معتقدن که انجیل تحریف شده است، نوشتار شاگردای حضرت عیسی و حواریین هست. خب این قرآنی است که از سوی خدای متعال در دست ما مانده، اینو میگن قرآن نازل یا تنزیل از طرف پروردگار. یک قرآن، قرآن صاعده، پیام هایی که بندگان خدا به خدای متعال میفرستن، به بهترین بندگان، بهترین بندگان. و این واقعا تعبیر قرآن صاعد تعبیر زیبا و ارزنده‌ای هست و واقعا این دعاها توش به قدری ذخایر و گنجینه های ارزشمندی هست و اصلا خود دعا موضوعیت داره. حالا بیشتر در جلسات بعد توضیح خواهیم داد. بعضیا میگن مثلا چرا دعا کردیم اجابت نشد، چرا چنین شد چنان شد. بنده در زمینه که خود این صدا زدن ها، این توضیح هم عرض بکنم، دعا، کلمه دعا یعنی خواستن، صدا زدن، خواندن، نه به من یه چیز خواستنه، اون سواله، واسأل الله من فضله. خود کلمه دعا یعنی صدا زدن، ادعونی استجب لکم، یعنی منو بخوانید، منو صدا بزنید، یعنی یا رب گفتن، یا الله گفتن، گفتگو کردن.
چه خدای خوبی دارم، چه خدای مهربانی دارم. این خودش موضوعیت داره. این خودش موضوعیت داره. نه اینکه چیزی بخواهید. حتما همینجوره. ببینید شما با هر کس که صحبت و گفتگو میکنید، رنگ و بوی او و آثار او در شما متجلی میشه. و خدا دوست داره که با او صحبت بکنید. و اینکه ادعونی استجب لکم خیلی پیام بزرگی، ما رو دعوت کرده. بیاید با هم گفتگو کنیم، بیاید با هم صحبت بکنیم. و ترک دعا رو استکبار بیان کرده که اگر شما دعا نکنید، در خانه خدا رو نزنید، یا رب یا الله نگید، این استکباره، یعنی تکبر ورزیدی. دو تا روایت من دیدم خیلی زیبا و عالی که شاید برای بعضی هم شگفت آور باشه. این طور روایات، چند روایت داریم از امام صادق علیه السلام. اشخاصی سوال کردن در کتاب عدت و شریف مرحوم ابن فدهلی است که دعا بالاتر هست یا قرائت قرآن؟ خب قرائت قرآن واقعا موضوع مهمی، عرض کردم تنها کتاب آسمانی و برترین کتاب‌های آسمانی در دست، چقدر ثواب‌هایی که شمردن برای تلاوت، فوق العاده شمردن. همینجوره سوال کردن که ما گاهی امر دائر میشه، مثلا صحیفه سجادیه بخونیم، دعا بخونیم، دعای کامل بخونیم، یا سوره یاسین بخونیم، قرآن تلاوت بکنیم، کدوم افضل هست؟ امام صادق سلام الله علیه ارواحنا له الفدا دریغشون میامد که بیان بکنن، به خاطر اینکه ما نوعاً گاهی تکبودی هستیم. یعنی تو یک زمینه که برای ما تعریف میارن، اون یکی دیگه رو رها میکنن، یا از این وری میافتیم یا از اون وری. مثلا درباره کربلا هم داریم، امام صادق سلام الله علیه فرمودن من فضائل زیارت آقا امام حسین علیه السلام رو همه‌شو نمیتونم بیان کنم که چه عظمتی داره ظاهر امام حسین علیه السلام. مثلا در یک روایتی حضرت فرمود کسی خالصاً به زیارت امام حسین علیه السلام بره، در کامل و زیارت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همراهی او رو میکنن تا برگرده. در کامل و زیارت جبرئیل امین و میکائیل و اسرافیل، جناب عزرائیل رو نمیگذارن فعلا یا نزدیکش. این سه فرشته مقرب خدا زائر مخلص امام حسین رو همراهی میکنن تا برگرده. فرمودن من میترسم فضائل زیارت امام حسین علیه السلام رو بگم، دیگه اشخاص زیارت خانه خدا نرن، چون زیارت خانه خدا هم نباید ترک بشه، واجب دور خانه خدا در طول سال طواف کننده باشه در همه زمان ها، غیر موقع نماز که تعطیله. حالا اینجا هم راوی آدم مصری بود و پشتکاردار، به امام صادق علیه السلام گفت که خلاصه کدوم افضله؟ من بین دو راهی، چون بعضیا خیلی دقیقاً میخوان ببینن اگر یک عملی یه ذره هم ثواب بیشتره به همون طرف برن. حضرت فرمودن هر دوتا فضیلت داره، چند بار تکرار کرد. ولی وقتی پافشاری کردن، امام صادق علیه السلام فرمود الدعا افضل من القراءه، فرمودن که دعا از قرائت قرآن برتره، چه در نماز یک روایت داریم، چه در غیر نماز. بعضیا در نماز مثلا سوره های طولانی میخوانن، بعضیا نه، در نماز مثلا در قنوت دعا زیاد میخوانن، در رکوع سجده دعا زیاد میخوانن. بعضی بزرگان بودن در قنوت مثلا نماز نافله دعای ابو حمزه سومالی رو میخوندن. هر دوتاش تایید کرده روایت که دعا افضل است، چه در نماز چه در غیر نماز، اگر عمد دایر بشه بین قرائت قرآن و دعا و نیایش با خدای متعال، به خاطر همون نفس گفتگو که خداوند دوست داره که بندش باهاش حرف بزنه. حالا علتهایی که به ذهن بنده میاد عرض میکنم. شاید یک علتش اینه که ببینید دعا عمل کردن به قرآنه، دستور خود خدا اینطور ادعونی استجب لکم، در واقع ما عمل داریم به قرآن میکنیم، ولذا عمل به قرآن بالاتر از تلاوت قرآنه، امر سریع خداست، خدا دوست داره همش با او صحبت بکنیم. خیلی ما باشون صحبت میکنیم خسته میشن، ولی خدای متعال دوست داره. امام باقر علیه السلام فرمودن خدا دوست دارد ان الله يحب ان يسال، یا روایت زیبایی از مولا امیرالمومنین علیه السلام، این تعبیرم تعبیر خیلی بلندی است، احب الاعمال، احب بالاتر از افضله. افضل کسی دنبال ثواب است و نخود کشمش و از این حرفا، ولی احب باب محبت، یعنی خدا خیلی دوست داره، با ذات طرف مقابله میکنه. احب الاعمال الی الله فی الارض الدعاء، مولا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن محبوب ترین اعمال در نزد پروردگار دعا و نیایش است. یک رمزش اینه که دعا عمل به قرآنه، یک رمزش شاید این باشه که
ما در گفتگو با خدای متعال تخلیه میشیم، در گفتگو با خدا اوصاف الهی در ما تجلی پیدا میکنه. دعا ذکر هست و یاد خدای متعال هست. فذکرونی اذکرکم. چه ذکری بالاتر از این که ما خدا را یاد میکنیم؟ خیلی از ذکرهای ما میدونید آقای شریعتی دعاه، مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، هم ذکر هم دعاه هم توسل کتاب پیغمبر و اهل بیت. یعنی بنده حالا ذکر صلوات رو بیشتر پافشاری دارم، تاکید دارم، جامعیتی ما پیدا نمی کنیم در میان ذکرها و دعاها به جامعیت ذکر صلوات. دعا هست، دعا که میگیم فقط این نیست که ما صحیفه سجادی یا دعای کامل رو بخونیم. یکی از بهترین دعاها صلوات، خود گفتن و تکرار صلوات بهترین دعا است. استغفار دعاست، طلب آمرزش از خدای متعال میکنیم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، هم ذکر هم دعاه. تنزیه و تسبیح خدای متعال میکنیم، جستو خدایی نیست، من به خودم ستم کردم، منو ببخش. یه بشارت قشنگی بدم برای این ذکر یونسیه معروفه، ذکر حضرت یونس علیه السلام که ما شبها در نماز قفیله مستحب است بعد از هم بخوانیم. و ذنون از ذهب مغاظبن. امام صادق سلام الله علیه فرمودن من تعجب میکنم از کسی که دوچار غم میشه، دوچار بحران میشه، چرا به ذکر حضرت یونس پناه نمیبره. همین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بله، همین فراز رو که بزرگان ما سفارش کردن تکرارش خیلی خوبه، در سجده باشه بهتره، ولی در غیر سجده هم گفتنش اب نداره. ذکر یونسی معروفه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن چون خدا پشت سرش بلافاصله وعده داده، نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین، هم حضرت یونس رو با این ذکر از شکم ماهی و قعر دریا بیرون آوردیم و همچنین مؤمنین رو هم از ظلمات و فشارها و افسردگیها و غصه ها و ناراحتی ها بیرون خواهیم آورد. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه این ذکر رو خیلی معتقد بودن، کل اهل سیر و سلوک و اهل عرفان به این ذکر خیلی اعتقاد داشتن. و این جمله لطیف و زیبایی درباره این جمله و این ذکر می‌فهمیدن که ببینید ذکر یونسیه چقدر قویه و قدرتمنده. یونس پیغمبری که خدا او رو در شکم ماهی و قعر دریاها زندانی کرده که فرمود لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، سوره مبارکه صافات. خدای مهربان می‌فرماید اگر حضرت یونس علیه السلام تسبیح ما نمیگفت، یعنی این ذکر رو نمیگفت لا اله الا انت سبحانك، تا روز قیامت تو شکم ماهی ما نگهش میداشتیم. و این که تسبیح ما رو گفت و اقرار کرد، ما رو از شکم ماهی او رو بیرون آوردیم. آیت الله بهجت فرموده بودن که ذکر یونسی اینقدر قدرتمند قویه، توبیخی که باید تا قیامت در شکم ماهی حبس بشه او رو سه روزه بیرونش کرد. درش آورد. حالا قطعا بیننده‌های خوبمون خواهند پرسید که چرا ما هرچی خدا رو صدا میکنیم جواب ما رو نمیده، چجوری دعا بکنیم، کی دعا بکنیم که مستجاب بشه، کی دعا بکنیم که خدا بشنوه، چه وقتایی بهتره، کجاها بهتره، که انشالله بهش خواهیم رسید دیگه حتماً انشالله در جلسات آینده. یه چیز دیگه هم هست آقای فرزاد، اون هم این که من احساس میکنم این ادعیه‌ای که ما داریم، چه در صحیفه سجادیه چه در مفاتیح مرحوم هاشم عباس قمی اونها رو جمع کرده، یه جورایی هم میخواد به ما یاد بده که چگونه با خداوند صحبت بکنیم، از کجا شروع کنیم، به کجا برسیم. همینطوره دیگه، درسته؟ بله، البته بهترین دعا، حالا اینا رو توضیح خواهیم داد، دعاهای قرآنی هست که در خود قرآن ما دعاهای خیلی زیبایی داریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه همه حفظن. البته اینجا حالا یه مزایی هم بکنم بد نیست، یکی از دوستان ما میفرمودن که در منا بودیم، معمولا در ایام عید قربان باید به اصطلاح تکبیراتی بعد از نماز خونده بشه، الله اکبر و علی ما رزقنا من بهیمه الانعام. گفت اون کسی که این تکبیرات رو میگفت، میگفت الله اکبر و علی ما جعلنا من بهیمه الانعام. الله اکبر که خدا ما رو از بهایم قرار داد، در صورتی که رزقنا من بهیمه، یعنی از گوشت قربانی به ما مرحمت کرد. یک کسی دیگه هم گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت عذاب النار. این دعاها رو انشالله قشنگ صحیح بخونیم. بهترین دعاها دعاهای خود قرآنی هست، هرچند کوتاه باشه، کوتاه ولی خیلی پرمحتواست. حالا در فرصتهای دیگه انشالله این دعاهای قرآنی رو عرض میکنیم، بعدش دعاهای پیغمبر عظیم و شان و امامان معصوم علیه السلام. ولی دعا
دعا رو توسعه بدیم به هر جور گفتگوی با خدای متعال، حتی به زبون خودمون. به زبون خودمون. من این مسئله رو عرض بکنم، چون خیلی جا من این مسئله رو عنوان کردن نمیدونم، که عموم فقهای ما میفرمایند در نماز واجب و غیر واجب میتونید به هر زبانی با خدا صحبت کنید. یعنی شما در قنوت نماز، در رکوع نماز، در سجده نماز به زبان فارسی، ترکی، عربی، انگلیسی، اردو بگو خدای من بیامرز، خدای من ببخش. اونی که مبتله نمازه صحبت با بندگان خداست. تو نماز بگی آقا تلفن جواب بده، درو باز کن. ولی در نماز، در قنوت نماز، غیر نماز، حمد، سوره، بقیه چیزا رو باید عربی خوند. ولی دعا واجب نیست که به زبان عربی خونده بشه، حتی در نماز واجب. حتی من یادم هست یکی از علمای بزرگ قوم ایشون سوال کردم، من وسط مالک یوم الدین از خدا فارسی دو فرمودن هیچ اشکالی نداره. عموم فقهای ما شاید هم، من تتبع نکردم، شاید همشون اجازه میدن در اینکه در جا جای نماز واجب حتی ما به زبان فارسی با خدای متعال گفتگو بکنیم، چون این قاطع نماز نیست، مبطل نماز نیست، در واقع گفتگو با خدای متعال. بنده ارزم اینه آقای شریعتی که اونایی که خب خیلی هستن عربی بلد نیستن، دعاهای عربی رو متوجه نمیشن، همینجا من تشکر بکنم از مباحث حاج آقای عالی، چون از زمانی که بنا شد ما هم در خدمت عزیزان باشیم، بحث‌های دوستان رو من پیگیری می‌کردم که یه مقداری آشنا بشم با سمت و سوی خدا. بعد از پیری خلاصه ما رو به سمت خدا کشوندن. عرضم به حضور شما دعای بسیار زیبایی که دیروز آقای عالی مرحمت کردن به همه عزیزان، که اوائل مفاتیح هست در تعقیبات همه نمازها مستحب خواندنش، بسیار با محتوا و عالی بود، که دعایی که اگر کسی این دعا رو بخونه سختی های قیامت آسان میشه، پروندهش بسته میشه، نگاه نمی کنم به پروندهش. خیلی مزامین، مزامین عالی هست. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی، خدایا آمرزش تو امیدی من به آمرزش تو بیشتر از عمل من هست. عمل داریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، ولی من به عملم تکیه نمی کنم، به آمرزش تو تکیه میکنم. و ان رحمتک اوسع من ذنبی، گناه من هر چقدر بزرگه کنار رحمت خدا کوچیکه. اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک ان تبلغنی و تسعنی، خدایا من اگه اهلیت ندارم رحمت شما رو بگیرم، رحمت شما اهلیت داره شامل حال من بشه. لانها وسعت کل شی، رحمت وسعت داره، به همه موجودات میرسه. واقعا این دعاها مزامینش با دقت توجه داشته باشیم، اصلا فارسی دعاهایی که ما میکنیم، خدایا یا رب نظر تو بر نگردد. خیلی از پیرمرد و پیرزان قدیم همیشه این ذکرشون بوده، مادر بزرگمون خدا رحمت کنه، خدا رحمت شما. یا رب نظر تو، اصلا سواد نداشت، هیچ حروف نمیشناخت، همیشه وردش این بود، یا رب نظر تو بر نگردد. این مضمون همین دعایی است که پیغمبر و امام هردن الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه این سفارش رو میفرمودن که نگید که فقط ما باید حتما بلند شیم 11 رکعت نماز شب بخونیم، 300 تا الف بگیم، چنین بکنیم، چنان بکنیم. حالا درباره نماز شب من نکاتی داره عرض میکنم یه جلسه ای، که خیلی سهل و روانش بکنیم نماز شب رو، همه بتونن همگانی انجام بدن. و الان فقط اشاره میکنم یک نماز شب کوچولو داریم به نام وتیره، که این نماز شب کوچولو 2 رکعت نشسته بعد از نماز عشاء، نه دیگه سحرخیزی داره، نه افتخیز داره، نه سختی و ناهمواری. بعد از نماز عشاء 2 رکعت نافله عشاء نشسته هم است، ایستاده هم نیست. این میشه نماز شب کوچولو. از همین نماز شب کوچولو شروع کنیم تا به نمازهای بزرگتر برسیم. انشالله. مرحوم شیخ رجب علی خیاط میفرمودن که شما اگرم توفیق نماز شب دعاهای طولانی ندارید، تو رخت و خواب که دراز میکشید موقع خوابیدن با خدا صحبت بکنید. خدا من بیامرز، خدا ما حدیث داریم در موقع خوابیدن بگید اللهم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خدا به عدد مؤمنین و مؤمنات گناهاتون رو میامرزه، به عدد مؤمنین و مؤمنات درجه میده، به عدد مؤمنین و مؤمنات به شما حسنه مرحمت میفرمه. به همه دعا سحر آدم خوابش نمیبره و حال عبادت هم نداره، حال دعا و قرآن نداره، تو همون رخت و خواب نشسته خوابیده با خدا صحبت بکنه. این ارتباط خلاصه باشه همیشه. احسن. این ارتباط و خیلی زیباست، یعنی همین که ما فارسی با خدا صحبت بکنیم، خدای خوب من، خدای مهربان من، من ببخش. حتی شوخی آدم با خدای متعال بکنه. استاد بزرگواری داشتیم
میفرمودن که من سحرها گاهی میبینم که نه حال خوابیدن، نه خوابم میبره، نه حال عبادت دارم. با خدا شوخی میکنم، خدا این چه کاری من سر کارم گذاشتی؟ یک حال عبادت نمیذاری بخوابم؟ خدا دوست داره، اصلا بندهشو دوست داره و رها نمیکنه. ما هر چی که فکر کنیم خدا چقدر ما رو دوست داره، عقلمون و فکرمون و اندیشمون به اونجا نمیرسه. یه حدیث زیبایی شاید هم تو این کتاب شما خوندید، خدای متعال میفرماد یبن آدم به حق که علی انی احبک فبه حق علیک احبنی. ای فرزند آدم، به حقی که من به تو دارم من دوستت دارم. خیلی قشنگه خدا بگه من دوستت دارم، یعنی اصلا آدم برای این جمله جان بده. چی داره بهت میگه؟ غنی مطلق، بی نیاز مطلق، محبوب کل عالم، محبوب همه انبیا، به خاطر او همه هستیشو امام حسین فدا کرد. میگه من دوستت دارم آقای شریعتی، تو هم بیا خدا رو دوست بده. به حقی که من به تو دارم تو هم منو دوست بده. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج فرهزاد. خیلی استفاده کردیم بیان شیوا و شیرین حاج فرهزاد عزیز رو. قطعا همه دوستان عزیزمون استقبال کردن از فرمایشات ایشون و خوش به حال همه اونهایی که تمام سرمایه‌شون امید به رحمت و فضل خداوند متعال. به صفحه 442 مصحف شریف رسیدیم امروز حاج فرهزاد. ما یک قراری گذاشتیم 442 روز پیش بله. که هر روز ما یک صفحه از قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم که حال و هوای ماه مبارک رمضان استمرار داشته باشه این تلاوت روزانه آیات کلام وحی. امروز آیات 28 تا 40 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما با سمت خدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللهم صل على محمد وآل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش دعا میکنم که خدایا ما را از خودمون تهی و آکنده از حضور خودت کن. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر حاجی فرخزاده عزیز داشته باشیم. یکی از سنت‌های خوبی که به حمدالله دوستان گذاشتن در این برنامه تلاوت قرآن هست که واقعا جای تشکر داره. سلامت. این رو حقیقتا عرض میکنن تو مساجد هم این سنت خوبیه، بعد از نماز حالا یا ظهرها یا شبها یک صفحه قرآن تلاوت میشه. خیلی ها به ما مراجعه کردن گفتن آقا اگه این یک صفحه نباشه ما تلاوت نمیکنیم، یعنی فرصتی نیست یا فکرمون جای دیگه مشغوله. من بسیار تشکر میکنم از اینکه بینندگان رو سمت خدا رو با قرآن یه مقدار بیشتر آشنا کردن. الحمدلله جا برکات خیلی زیادی هم داشته. الحمدلله. بعد حالا یه سنت خوبی هم ان شاء الله بنده میخوام اضافه کنم. سعیم اینه که بعد از تلاوت قرآن، همونجوری که آرم برنامه‌تون به حمدالله موسیقی نداره و صلوات هست و خود اینم باز تشویق میکنه عزیزان رو به گفتن این ذکر، عرض کردم در صحبت‌های قبلی که ما واقعا ذکری به جامعیت ذکر صلوات نداریم، هم یاد خدا، یاد پیامبر، آل پیامبر، دعای به این بزرگواران و توسل به این بزرگواران، در واقع پیوند میزنیم به این بزرگواران. اگه خدای متعال کمک بفرماید در هر جلسه سعیم اینه که یک حدیث زیبا درباره صلوات خدمت جان. عزیزان عرض بکنم. خیلی خوب. یکی از برکات گفتن این ذکر اینه که با اول شخصیت عالم پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام ما رو مشهور خواهد کرد. اینهایی که دوست دارن با پیغمبر و امام مشهور بشن، تعبیر فرمایش پیغمبر عظیم الشان اینه که اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا. تعبیر اول الناس خیلی تعبیر لطیف و زیباییه. نزدیکترین، سزاوارترین افراد به من در روز قیامت کسانی هستن که این قید کثرت هم فراموش نکنیم، کسانی هستن که زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسیار خوب، خیلی خوب بود. یعنی یک سنت و رسم خوبی انشالله از هفته آینده هم خواهیم داشت که یک نکته از صلوات هم خواهیم شنید از زبان حاجی فرخزاد. و اما یک نکته از این صفحه و در مورد سوره یاسین. بله، سوره یاسین عزیزان توجه دارن که خیلی سوره مهمی هست. شما میدونید در مفاتیح مرحوم محدث قمی سوره های پرفضیلت رو در اول مفاتیح آورده و اولی سوره یاسین هست و سوره الرحمن و واقعه و بقیه سوره ها. سوره یاسین به عنوان قلب قرآن تو روایات متعدد تعبیر شده، قلب قرآن. این خودش خیلی مهمه. قلب میدونید چه جایگاه مهمی در بدن داره، یعنی جان اصلی قرآن سوره یاسین هست. و باز در روایت دیگه تعبیر شده که ریحانت القرآن، گل قرآنه. هم قلب و هم گل قرآن سوره یاسین است که تلاوتش خیلی آثار و برکات داره که رزق برای انسان زیاد میکنه، آدم محفوظ میمانه، خصوصا کسی که در حال سکرات است و پایان عمر در کنارش تلاوت بشه سختی های مرگ رو برمی‌داره. آثار و برکات خیلی زیادی داره. انشالله عزیزان در طول هفته ایام بتونن یک بار این سوره رو تلاوت کنن، بسیار به جا هست انشالله. و اما این نکته قرآنی که در این صفحه که تلاوت شد، بعد از اینکه خدای متعال داستان جریان انطاکیه رو بیان می‌فرماید که سه نفر نماینده از طرف حضرت عیسی علیه السلام برای هدایت اونها رفتن و اونها زیر بار نرفتن و خدای متعال اونها را با بلای آسمانی معذبشون کرد، با یک صیحه ای از بین رفتن. این گلایه به تعبیر من تو این آیه آمده یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. یعنی ای حسرت و افسوس بر بندگان خدای متعال که هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا اینکه او رو مسخره کردن، که واقعا این گلایه هست. خدای متعال با لطافت بیان فرموده که بندگان چرا متنبه نمیشن، چرا بیدار نمیشن، چرا پیامهای پیام‌آوران رو نمیگیرن، قبول نمیکنن. و حسرت البته درباره خدای متعال معنا نداره، همونجوری که غضب رضا معنا نداره، که اون چیزی که در مخلوق است در خالق نیست، ولی آثار تحسر و افسوس و دریغ خوردن در بنده ها به وجود میاد که یکی از اسمای قیامت هم یوم الحسره هست که آدم حسرت میخوره چرا پیام‌های امام حسین ما نگرفتیم، چرا پیام‌های پیغمبران رو نگرفتیم. برای اینکه ما حسرت روز قیامت گرفتار نشیم این پیام‌های انبیاء الهی و اوصیا رو ان شاء الله. خیلی خوب. حتما میدونید که امروز هفتمین روز شهادت
سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، امروز رو هم به همتون تسلیت میگم. دوست داریم که در مورد امروز و در فضیلت امروز و امام حسین علیه السلام از زبان شیرین شما باز هم بشنویم. بله، سنت خوبی به حمدالله در بعضی از شهرهای مملکتمون هست. هفتم مفصلی میگیرن برای آقای امام حسین علیه السلام. بعضی شهرها حتی مثل روز عاشورا به اصطلاح دسته در میکنن و عزاداری و مجالس مفصل. خوب این باب بشه خورده خورده. و یک گلایی هم اینجا هست، اینه که خیلی جاها بعد از عاشورا یهو مجالس عزاداری و ارتباط با امام حسین افت میکنه. یعنی اون اوج در تاسوعا عاشورا هست، یهو فروکش میکنه، در صورتی که مصائب تازه شروع میشه، تازه اهل بیت دارن پیامشون رو میفرستن، تازه عاشورا باید عمیق‌تر در وجود و اعمال ما و در کارهای ما نفوذ بکنه. بنده توصیه‌ام اینه که بعد از عاشورا هم که امروز روز شهادت، هفتمین روز شهادت آقا ابو عبدالله علیه السلام است، یک مقداری ارتباطمون رو با آقای امام حسین علیه السلام و اهل بیت بیشتر بکنیم. حالا مجلس روزه شرکت می‌کنیم، زیارت عاشورا می‌خونیم. حداقل تو روایات ما هست کسی بگه السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدا ثواب یک حج و عمره در نام عملو ثبت می‌کنه. من یک خاطره و داستان زیبایی دارم از یکی از بزرگان قم عرض بکنم، زیبا و شنیدنی و قشنگه. برای اینکه این داستان بیشتر جا بیفته، صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من از سخنرانهای سنتی، مدهای سنتی که کلاسیکی نیست و یا روشهای خارجی ها رو تعقیب نمی کنن، سنتی می خوانن، سنتی منبر میرن. خیلی من خودم شیفته اینا هستم. یک واعظ سنتی داشتیم در قم، مرحوم حاجی عباس حسینی قمی که پدرشون هم شخصیت بزرگواری بود، مرحوم اسد مرتضی ساعت‌ساز، از دوستان مرحوم بافقی بود و جمکران خیلی میرفت و اینا. مرحوم حاجی عباس حسینی حدود 50-60 سال تو قم منبر میرفت، منزل مراجع حرم مطهر منبر میرفتن. این خاطره زیبا رو ایشون رو منبر فرمودن، شیرین و قشنگه. ایشون فرمودن که من در مسجد امام قم، که مسجدی است به نام امام حسن عسکری علیه السلام، به امر امام 11 ساخته شده، تاسیس اولیش به امر حضرت بوده، به وسیله یکی از وکلای حضرت که در قم بودن، احمد ابن اسحاق. ایشون فرمودن من اونجا منبر می‌رفتم، بحث من در منبر درهای بهش بود که بهش 8 در داره و توضیح میدادم از این در چه کسانی میرن، در دوم چه کسانی میرن، در اول مثلا باب المجاهدین، اونه که اهل جبهه و جنگ و رزمندگی بودن، از این در وارد میشن. در دوم مثلا باب الریان، اونایی که روزه ماه رجب میگیرن، روزه ماه شعبان میگیرن، اهل مثلا مستحبات هستن در روزه گرفتن. این درها رو شرح میدادن. یک شب ایشون فرمودن وسط منبر من یک آدم عوام، رعیت، کشاورزی دست بلند کرد. اجازه است حاج آقا؟ گفتم بفرم. وسط منبرم گفت من چند شب پای منبر شما میام، این درهایی که شما برای بهش شر دادی، من هر چی حساب کردم شامل حال من نمیشه. من نه جزو رزمنده ها هستم، نه اهل نماز شب هستم، نه اهل روزه مستحبی هستم، من یه کارگرم، رعیتم. شما که سرت تو کتاب و حدیثه، یه دری برای ما بیچاره ها پیدا کن. نه ما سواد داریم، نه اهل این حرفایی که شما زدی هستیم. برای ما بیکس و کارا یه در پیدا کن، ما از این در بتونیم بریم بهش. ما داریم ناامید میشیم. سوالش رو فطرت بود، واقعا روی صدق و صفا از صمیم دل سوال کرد. ایشون هم فرمود من دیدم درست میگه، حالا برای عموم خلق ما یه در باید پیدا بکنیم. من معتقدم اگر سوالها از درون فطرت بجوشه، همه بینندگان عزیز همینجور باید باشن. واقعا از بالا جواب میاد. ما در نهج البلاغه داریم، حالا بحث دعا هم خواهیم عرض کرد، که خدا با بعضیا نجوا میکنه، نه پیغمبر نه امامه. عبادون ناجاهم فی فکرهم و کلمه هم فی ذات عقوله هم. یعنی شما میتونی با خدا صحبت بکنی، پیام بگیری از خدا، پیامی که متوجه میشی جواب اون سوال تو خدا اینجا بهت میده، یا عملا یا با الهام و اندیشه. یکیش همین سوالی که این بنده خدا کرد. آقای حاج عباس فرمودن که من خندم گرفت و شب آمدم منزل، به فکر بودم پاسخ سوال این بنده خدایی که از من سوال کرده پیدا کنم. کتاب بسیار زیبا و عالی شیخ عباس قمی صاحب مفاتی داره که بهترین دست نوشته ایشون و تألیف ایشون همین کتابه. 25 سال رو این کتاب زحمت کشیده، به نام سفینه البحار،
که بهار مرحوم مجلسی رو فشرده کرده، دریاها رو توی کشتی جا داده و به صورت حروف الفبا هم هست مثل کتابای لغت. باور کنید دست انداختم به این کتاب حدیث که به عنوان این که حدیثی بگردم پیدا بکنم که برای این بنده خدا یه در بهش باز بشه. گفت دست انداختم کلمه باب اومد. کلمه باب. بله. به این صفحه مراجعه کردم، دیدم که این حدیث زیبا اومده. الا ان الحسین باب من ابواب الجنه. به. من آندهو حرم الله علیه ریح الجنه. یکی از درهای مهم بهش باب الحسینه. این دریه که برو همه بازه، یه در مجزا، مجزا و بنده فکر میکنم برترین و بالاترین و وسیترین درهاست که عموم خلق از این در میتونن وارد بهش بشن. این حدیث البته یک مقداری قبل و بعد داره، اگر وقت هست من توضیح بدم. نه خیر آجا، متاسفانه وقت نداریم، انشالله میشتمیم از تو. اگه کوتاه هست بفرمایید، ما کمتر از 2-3 دقیقه وقت داریم. بله، اول حدیث خیلی زیباست. پیغمبر خدا میفرماد بی انذرتم و به علی ابن ابی طالب علیه السلام اهتدیتم، یعنی من منذرم، انما انت منذرون ولکل قوم هاد، من منذرم هشدار میدن ولی هادی شما مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه. که خوشبختانه ما حدود 18 تا روایت از اهل سنت داریم که منذر پیغمبر است، هدایت کننده مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد فرمودن که بالحسنه اعطیتم الاحسان، احسان و نیکی از امام حسن علیه السلام به شما میرسه، و بالحسین تسعدون و بهی فتشبثون. حالا این تعبیرها خیلی زیباست، فرصتی باشه من بیشتر منو ترجمه بکنید. ترجمه میکنم، بالحسین تسعدون یعنی به وسیله امام حسین سعادتمند میشید. سعادت شما نکته مهمش ارتباط با امام حسین علیه السلام. و بهی فتشبثون، به امام حسین چنگ بزنید مثل کسی که داره غرق میشه در دور آخر الزمان. واقعا حجمه های فرهنگی خیلی وسیعه. بنده اعتقادم اینه که زمینه پذیرش و گیرایی مردم در عاشورا و محرم به این ایام از ماه رمضان همه ایام وسیع‌تر و بالاتره. واقعا اونایی که به کشتی نجات امام حسین چنگ میزنن راه میانبر رو دارن طی میکنن و سریع اونها رو به مقصد میرسن. و بهی فتشبسون، بعد فرمودن الا ان الحسین باب من ابواب الجنه، امام حسین دری از درهای بهشت، هر کس با اون معانده بکنه خدا بوی بهش رو به مشام او نخواهد رسوند. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در مورد یه نکته رو عرض بکنم، در مورد خوندن دعا به زبان فارسی در نماز کجا اشاره کردم و همونطور کجا تأکید کردن، فتاوا مختلفه. من پیشنهاد میکنم که دوستان انشالله به رساله مرجع تقلیدشون مراجعه بکنن و انشالله فتوای مرجعشون رو هم جویا بشن. حاجا خیلی فرصت نداریم، دعا بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان و همه مون رو از پیروان و شیعیان خالص آقا قرار بده و اون چه که لطف امام زمان است شامل حال ما بفرما. انشاءالله، خیلی ممنون، متشکرم. و جای فرحزاد، فردا انشاءالله با حضور جای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. سلام بر امام حسین علیه السلام حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. السلام علیک یا ابا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.
حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.